سلام دوستان، فرید رولند هستم. امروز میخواستم راجع به دو نرم افزار محبوب ایز درامر و ادکتیو درام و رندر کردن در حداقل تایم ممکن با شما یک آموزش تصویری داشته باشیم، خصوصا برای کسایی که میکس میکنن با این دو تا نرم افزار از درامش استفاده میکنن. این روند خیلی میتونه موثر باشه در روند اکسپورت گرفتن آودیو و تبدیل اون دیتاهای میدی شما به آودیو. با هم ببینیم. خب دوستان، میایم کار رندر گرفتن از یک ریتم رو در نرم افزار ایز درامر با هم بررسی میکنیم که چقدر راحت این کار. شما در مرحله اول باید نرم افزارتون رو، خود ایز درامر رو باز بکنید، از این قسمت در کیوبیس آوتپوت هایی رو که میخواید اد بکنید، که من به صورت پیش فرض برای که تایم ویدیومون بیشتر نشه سریع اد کردم اینا رو. همینجور که ملاحظه میکنید کنار هر کدوم که اد میکنید یه کلیک میخوره که بعد شما میتونید نامگذاری بکنید. زمانی که اینا رو اد میکنید شما باید بیاید داخل قسمت میکسر و آوتپوت هاتون رو از این قسمت پایینش تعریف کنید، یعنی آوتپوت یک، چون اینا به صورت پیش فرض همش روی یک و مستر هست، دو، سه، چهار و الی آخر، اینجوری انجام میدید و دیگه کاری باش ندارید. زمانی که شما این را اد کردید به صورت اتوماسیون این قسمت ترک اولتون میاد اد میشه، همینطور در میکسرتون میاد یه سری فیدر براتون اد میکنه که اسماشونو من از قبل گذاشتم. حالا با هم یه تیکه ریتم رو اینجا با هم میسازیم ببینیم به چه صورته و میترها چه اتفاقی میفته. خب ریتم رو با هم میسازیم و من یه ذره ویلوسیتی اینا رو میارم پایین، های هتا رو، و این دیگه تقریبا کاری نداره، تموم شد. گوش میدیم با هم. خب همینطوری که ملاحظه میکنید ببینید هر اینجا کیک ما یه میتر برای خودش جدا داره، اسنیر ما همینطور و های هت ما هم همینطور. حالا واسه این که شما اینو بتونید رندر بگیرید خیلی راحته. میایید از قسمت ادیت، یعنی از قسمت ادیتینگ بالا، میایید روی گزینه رندر این پلیس و اولین گزینه به نام رندر ویت کارنت ستینگ رو انتخاب میکنید. ملاحظه میفرمایید که به صورت خیلی سریع فایل شما اکسپورت میشه به صورت ویو و گوش میکنیم. هر کدوم رو بخواید سولو میکنید و میتونید مراحل پروسسینگ رو روش انجام بدید. در نرم افزار ادکتیو درام هم همین هست که الان با هم دیگه بررسی میکنیم. در خدمتتون هستم. خب دوستان، اومدیم سراغ نرم افزار ادکتیو درام. خیلی راحت هست نحوه کار و همون صورت، فقط جای به قول معروف این میکسرهاشون عوض شده. ببینید زمانی که شما نرم افزار ادکتیو درام رو باز میکنید میای سراغ همون قسمت که اینجا دیفالت خود اشتاینبرگ و نرم افزار کیوبیس هست، یعنی کاری اصلا به نرم افزار ادکتیو درام وی سی ادکتیو رام نداره. میاد شما روی قسمت آوتپوت هاتون و من الان اینجا همه رو اد کردم. زمانی که میاید از داخل ادکتیو درام بعد میتونید این قسمت ادیت، این میکسرش که میاد، این پایین اگر دقت بکنید یه علامت زردی هست که الان زرد شده. شما از روی مستر اینو میذارید روی سپریت آوت که به صورت مجزا و تفکیک باشه، همینطوری الی آخر اون چند تایشو که نیاز دارید. حالا من برای که وقتمون زیاد گرفته نشه از پریست‌های خودش یه چیز روی ریتمی رو، چیزی رو، ریفی رو انتخاب میکنم و عرضم به خدمتتون. مثلا این، اینو من میارم اینجا این قسمت. حالا اینو با هم دیگه گوشش میکنیم و ببینیم توی میکس. البته اینجا هم خدمتتون بگم دقیقا توی اتوماسیونش هم اتفاق میفته. باز این میاد براتون اد میکنه اینجا و شما توی میکسرتون هم که برید، یعنی F0 رو که میزنید همون تعداد لاین واسه تون توی میکسرتون اد شده که الان زمانی که پلی میکنم من، ببینید من الان پلی میکنم، به صورت تفکیک اینجا همه چیزو دارید. ببینید الان کیکه، که
برای اندر کردنش هم خیلی راحت، همونجوره. دو مرتبه شما سلکت میکنید از روی منوی ادیت، رندر این پلیس اولین گزینه، رندر ویت کارنت ستینگ هست که انتخابش میکنید و تمام این در کمتر از چند ثانیه تبدیل به ویو میشه. همینطوری که ملاحظه میکنید بسیار کار خیلی ساده ای بود. ویدیوی بعدی که در رابطه با سیستم لایو و استفاده از نرم افزار کاربردی هالیون SE هست که شما چجوری اسپلیت بکنید، چجوری صدای مختلف رو با هم استفاده بکنید، ترانسپوز بکنید و همه این موارد واسه برنامه لایوتون به شما آموزش داشته میشه رو از دست ندید. وقت شما بخیر. فرید رولند.